در حال من عرائزم را میخواهم کوتاه بکنم. انشاءالله شب 29 ختم هست در مسجد مکی و در آنجا من صحبتی دارم. البته یک صحبتی هست که من این خدمت شما بکنم امشب. من خودم این برنامه شبکه سوم را دیدم و واقعا برای من هم تعجب آور بود. او چند شب پیش شبکه عرض کنم سوم می تلویزیون برنامه داشته و من ندیدم، دیگران یاد کردم، ولی من خیلی تعجب کردم. یعنی ما تا حالا از تلویزیون جمهوری اسلامی این برنامه را به این صورت مشاهده نکردم. من خودم با چشم ندیدم چنان چیزی. این برنامه هم مال شبکه سلامه. شبکه سلام یک شبکه فاسد است که دنبال تفرقه بین مسلمینه. ولی خب حالا ما میگه شبکه سلام، وقتی که شکایت کردیم گفتن که بالاخره زیر پوشش اینجا نیست، مرکزش در امریکایه. معلوم میشه از امریکا شبکه سلام خط میگیره و از صهیونیست بین الملل خط میگیره، چون حرفهای تفرقه آمیز و توهین به بعضی صحابه میکند. اما از تلویزیون رسمی کشور ما انتظار نداشتیم که بالاخره بیاید چلم مسائل را مطرح کنه، مسائل شیعه و سنی را مطرح کنه. و امثال بعد تلویزیون هم زیر نظر مستقیم مقام معظم رهبری است. از یک سازمانی که اداره میشه زیر مقام معظم رهبری که انسجام اسلامی و وحدت اسلامی را اعلام کرده، ما انتظارمون نبود که تلویزیون به این صورت بیا برنامه پخش کنه. واقعا این همون خط شبکه سلامی که الان داره توی تلویزیون. ما میترسیم از آینده که کشور ما و حکومت ما به سمت تعصبات مذهبی نرود، چه این تعصبات مذهبی زیان آور خواهد بود به هر مذهبی، شیعه باشه یا سنی. بالاخره وقتی تعصبات میآید او مذهب را متضرر میکنه. و در هر نظامی و حکومتی که به سمت تعصبات بره و کشورگرایی بره و عصبیت بره، ضربه سنگینی به نظام وارد میکنه. تکبیر! توصیه ما آن هست و تاکید ما بر آن هست که به هر حال هم تلویزیون و هم سایر ادارات فراملی و فراجناهی فراقومی عمل بکنند. نگاه قومی کشور تباه می کند، نگاه مذهبی هم تباه کننده در هر ادارتی و در ادارات و در هر سیستمی وارد بشه. نگاه را به هر حال از کلم قومی نباشن، نگاه مذهبی نباشن. و من تقاضام از مسئولین هم استان و هم عرض بزرگ از مسئولین کشور هست که مثلا پیگیری بکنن. این برنامه است که امشب که من نگاه کردم من احساس کرده که ادامه خواهد داشت و لحظه این مسئله را کوتاه کنم و نگذارم. به هر حال اهل سنت هم آمادگی دارم برای جواب دادن از لحاظ علمی، هیچ مشکلی من ندارم. دروغ های آقای تیجانی را من هم خوندم، مطالعه کردم، همه دروغ، همه کذب، همه افترا. و آقای تیجانی دروهای را سر به سر کرده و عده بی سواد اگر فریب داده گفته که تحت تاثیر قرار گرفته، کسانی علم نداشت. بهتانهای آقای تیجانی را و دروهای آقای تیجانی را شنیدن، ممکنه کسانی متاثر بشن. ما این کار نمی کنیم، ولی اولا خیال کرده اینه راست، افترا، بهتان، درو. و عرض به حضور شما اگر ارشاد اسلامی اجازه بده برای چاپ، ما جواب های آقای تیجانی رو نوشته میکنیم. و در هر صورت ما نمیخوایم اختلاف باشه. ما معتقدیم که شیعه و سنی همه مسلمانن و ما باید با هم انسجام داشته باشیم، اتحاد داشته باشیم. ما انسجام نمیشکنیم، ولی اگر دیگران شکستن، گناه شکستن برگردن اوناست. ما معتقدیم که باید مسلمانان در نه تنها در این شرایط کنونی که شرایط اساسی، بلکه در هر شرایط باید مسلمانان در کنار هم باشند، با هم انسجام داشته باشند، با هم وحدت داشته باشند. و
هر کسی با همون طریقی که خودش میدانه و مسئول هست الله سبحانه و تعالی را بندگی کنه، با هم اختلاف نکنن، تفرقه نکنن و دو دستگی ایجاد نشه، این ضرر عالم اسلامه. تکبیر الله 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 الله.